ابتدا تبریک میگویم برای به انجام رساندن کاری که مدت هاست روی آن کار میکنید. چه احساسی دارید؟ میدانم خسته هستید. از صبح سخت در تلاش بودید. الان چه احساسی دارید؟ من خیلی راضی هستم و امیدوار. زیرا معمولاً با اخبار بد سر و کار داریم. با درگیری ها، بحران ها که خیلی هم ناامید کننده هستند به خصوص برای اروپایی ها. بنابراین باید بگویم احساس رضایت میکنم. نه تنها 6 ماه پیش در وین به توافق رسیدیم، بلکه اجرای آن هم به طرز مناسبی انجام شد. بعد از 6 ماه رضایت بسیار بسیار زیادی را می کنم. نشان می دهد که نه تنها دیپلماسی مؤثر است، بلکه نتیجه هم می دهد. For most of Iranian implementation day means lifting of sanctions. برای ایرانی ها روز اجرا یعنی کاهش تحریم ها، تحریم هایی که چند سال زندگی عادی آنها را مختل کنند. آنها می خواهند بدانند دقیقاً از کی می توانند کاهش فشار را حس کنند. Feel this relief of the sanctions. From today the sanctions are lifted. از امروز تحریم های مربوط به برنامه اتمی برداشته شدند. انتظار داریم شرکت ها خصوصا اروپایی ها به طرز چشمگیری وارد بازار ایران شوند و خیلی قوی به سرمایه گذاری بپردازند. اروپا همواره اولین شریک اقتصادی ایران بوده، همینطور در زمینه فرهنگی. انتظار دارم روز اجرا اروپایی ها را بار دیگر اولین شریک اقتصادی ایران کند. خود من قصد دارم در رأس یک کمیسیون اروپایی متشکل از دیگر همکاران، معاونین دیگر کمیسیونها و کمیسیونرها در زمینه‌هایی مانند انرژی و فرهنگ به تهران برویم و با همتایان ایرانی در مورد همکاری در زمینه‌های مختلف در مورد کار با یک دیگر که به نفع هر دو طرف باشد به گفتگوی سازنده بنشینیم. جدای از همکاری فرهنگی، شما صحبت از همکاری با ایران در مورد مسائل منطقه کرده اید. به نظر شما ایران چه نقشی میتواند در درگیری های منطقه‌ای داشته باشد؟ Let me say that it's always good to see when multilateral diplomacy manages to help. ابتدا بگویم بسیار خوب است وقتی که می‌بینم که دیپلماسی چند جانبه به روابط دو جانبه کمک می‌کند. امروز شاهد این امر بودیم. چیزی تاریخی و من واقعا امیدوارم گام‌های مثبتی هم در مورد منطقه صورت بگیرد. امروز در خاورمیانه شاهد وضعیتی وخیم در تاریخ هستیم. همه باید دور یک میز بنشینیم، مسئولانه عمل کنیم و به دنبال راه حل برای آنها باشیم، از سوریه تا یمن و غیره، و با کمک یکدیگر کشورهای ضعیف‌تر را در برابر داعش تقویت کنیم. بنابراین من امیدوارم و البته می‌دانم آسان نخواهد بود و تلاش و زمان بسیاری خواهد برد مانند این توافق. برحال امیدوارم برگ دیگری در روابط بازیگران منطقه ورق بخورد. این الگوی اروپایی است. ما قرنها در اروپا جنگ داشتیم، اما در نهایت شریک یکدیگر شدیم. امکان پذیر هست. امیدوارم کار ما به همکاری و نه درگیری در منطقه بیانجامد. We have lived centuries of fights and wars inside Europe. And we came finally to be partners. It is possible. From now on, what are going to be the challenges? دوره اول این توافق 10 سال است. چه چالش‌های را پیش روی آن می‌بینید؟ It will be very important to continue to monitor the implementation very closely. نظارت بر اجرا بسیار اهمیت دارد. نکته دیگر این که هر 6 کشور و ایران باید در جریان همه مراحل باشند. مسئولیت این که کار به همین منوال پیش برود بر شانه های من است. بنابراین با نظارت قوی و همکاری خوب آژانس و حصول اطمینان از اینکه همه به تعهدها عمل خواهند کرد. این توافق در واقع آزمایشگاهی برای همکاری چند جانبه، زیرا ما نشان دادیم که با حسن نیت و عزم محکم سیاسی کاری را که 1 سال پیش کسی امیدی به آن نداشت همکنون به اجرا درآمده. Laboratory for multilateralism, because again, we have shown that through goodwill and strong political will, something that nobody just 1 year ago would have imagined was really at reach is already implemented.
Today we heard a very good news of the release of Iranian-American prisoners. امروز خبر خوبی شنیدیم که آمریکاییان ایرانی تبار زندانی در آن کشور آزاد شدند. حال در آمریکا صحبت از دیگر زندانیان سیاسی در ایران و وضعیت آنهاست. شما که به ایران رفتید با جامعه مدنی ملاقات نکردید. آنها می‌خواهند بدانند اتحادیه اروپا در این مورد چه خواهد کرد. We have started to discuss with Iranian authorities with Minister Zarif. من در مورد این موضوع با مقامات ایرانی از جمله آقای ظریف و معاون رئیس جمهوری در مورد ابعاد روابط دوجانبه صحبت را شروع کردم. این موضوعی است که در جریان است و با آنها صحبت می شود و انتظار دارم که در این زمینه هم نتیجه مثبتی ببینم. همانطور که گفتم فصل جدیدی باز شده، نه تنها در روابطمان بلکه در مورد احتمال اینکه ایران لحن خود با جامعه بین المللی را هم تغییر دهد. مسلما مطمئنم که ایرانی ها نیز می دانند که این هم موضوع گفتگوها خواهد بود. در اصل این کار شروع شده. باید بگویم که خبر امروز بسیار امیدوار کننده بود. But this has somehow started already. Without creating too much expectations, I can say that the news that we have had today is a very encouraging one. And for the last question, there was many opponent to this deal, like inside of the U.S. and Israel, but all the time you were saying that you are united. مخالفان زیادی نسبت به این توافق چه در آمریکا و چه در اسرائیل بودند، اما شما همواره میگفتید که گروه 5 علاوه 1 متحد است. آیا نگران نیستید که با تغییر دولت در برخی کشورها این توافق به خطر بیفتد؟ No, this is not a fear that I have. First of all, نه، من چنین ترسی ندارم. زیرا بسیاری از مخالفان میگفتند هیچگاه به اجرا نخواهند رسید. اما امروز، یعنی فقط 6 ماه پس از آن، ما خلاف اون رو ثابت کردیم. من همیشه معتقد بودم که قوت این توافق در جدی بودن اجرا و نظارت خواهد بود. و ظرفیت ما در این که به جامعه بین المللی و منطقه نشان دهیم که این توافق به امنیت و ثبات منطقه خواهد افزود، در حالی که نداشتن توافق باعث تنش و نگرانی بلند مدت برای جهان شده بود. بنابراین ارزش افزوده این توافق خود همه چیز را ثابت خواهد کرد، همونطور که امروز خیلی آشکارا این کار را کرد. As we go on, as it is, I believe the case already today